من زینب شادباش هستم. خیلی خوشحالم از اینکه توی این کنفرانس میتونم در رابطه با اونچه که رژیم توی دوران سال 67 توی قتل عام ها انجام داد کمی براتون بگم. خاله من مریم توانایی‌فرد یکی از شهدای قتل عام 67 اون 25 سالش بود که به جرم نصب چند تراکت دستگیر شد و 7 سال حکم زندان گرفت. اون رو به اوین بردن و اونجا شکنجه های خیلی زیادی شد. بعد از 7 سال که ما منتظر آزاد شدنش بودیم و به ما گفتن که اونو آزاد میکنن، ما با گل و شیرینی رفتیم تحویل بگیریم، پدر بزرگ و مادر بزرگم، ولی ساک اونو پرت کردن جلوی ما و گفتن که اعدامش کردن. من این روزا که عکس مصطفی صالحی رو با دوتا فرزندش به دیوار دیدم، خیلی یاد خاطرات خودم تو اون دوران افتادم. یاد همون روزا که منم 7 سالم بود و زیباترین لحظاتم روزایی بود که آماده می شدیم از صبح و می رفتیم برای ملاقات خالم به اوین. مدت‌های زیادی بعد پشت صف طولانی اونجا که از خانواده ها بودن منتظر می شدیم تا بالاخره نوبتمون بشه و بریم تو. من همیشه خالم رو از پشت شیشه ها دیده بودم و تنها خاطرم ازش از پشت شیشه های زندانه، تو اون باجه های کوچیک ملاقات. یادمه که خیلی زیاد دوستش داشتم و تا لحظه آخر ملاقات اونقدر باهاش بای بای میکردم که دستم درد میگرفت. ته ملاقات که میشد همیشه دستم میذاشتم رو دستش، اون از پشت شیشه، من از این و باهاش خدافظی میکردم. به ما هیچ وقت ملاقات حضوری نمیدادن، ولی یه موقع روزای آخر بود، ما به ما گفتن که ملاقات حضوری داریم. شانس من بود که با دختر خالم موفق شدیم که ملاقات حضوری بریم پیشش. هیچ وقت اون لحظات یادم نمیره. من اون موقع خیلی کوچیک بودم، بخاطر همین مامانم صدام زد و جیبامو پر از میوه کرد و به هم گفتش که داری میری پیش خاله مریم، یادت باشه که سلام ما رو خیلی برسونی. من با دختر خالم رفتیم تو. من چون خیلی کوچیک بودم، اون لحظه جثه اون پاسداری که ما رو میبرد تو ذهنم خیلی بزرگ بود و خیلی ازش میترسیدم. وقتی رفتیم تو، یه دفعه مواجه شدم با انبوهی از خواهرایی که اونجا بودن و از بین اونا یه دفعه دیدم یکی دوید به سمت ما. تو اون لحظات واقعا قلبم وایستاده بود، چون از اولین بارم بود که داشتم خاله مریم رو حضوری میدیدمش. هیچ وقت یادم نمیره که اصلا نفهمیدم چطوری پریدم بغلش و تو اون لحظات بین تمام این خواهرها دست به دست میشدیم. انقدر سرشار بودن همشون و خوشحال و واقعا قشنگترین لحظات عمرم بود اون روزا، اون لحظات. و اینکه پاسدارا نتونستن تحمل کنن و خیلی سریع ما رو از هم جدا کردن. خالم خودش از دست اونا کشید بیرون و دوباره اومد سمت ما. منو دوباره گرفت بین دستاش و من همون لحظه تازه یادم افتاد مامانم جیبام پر از میوه کرده بود. به زور میوه ها رو درآوردم بدم دستش، نگه هم داشت، دوباره میوه ها رو گذاشت کف دستم. به هم گفت اصلا اینا مال خودت، ولی یادت باشه رفتی بیرون ما رو فراموش نکن. من اون موقع نمیفهمیدم چی داره میگه، ولی حس کردم انگار آخرین دیدارمه، اولین آخرین دیدارم. اونجا بهش قول دادم، گفتم اصلا نگران نباش، به زودی میای بیرون، ماما اینا منتظرتن بیرون. منو محکم بغل کرد و گفتش که فراموشمون نکنی ها. هیچ وقت اون لحظاتو فراموش نمیکنم. و یکی از انگیزه هایی که بالاخره اومدم برای این مسیر وجود خودش بود. و البته کم نیستن کسایی که مثل مریم توی این مسیر جونشونو دادن. قطعاً چنین لحظاتی و خاطره هایی که با اون داشتم منو تو انتخاب این مسیر و پیوستن به مجاهدین
یاری کرد. بعد از اینکه به مجاهدین پیوستم خیلی بین اینجا میگشتم دنبال همبندیاش ببینم کسی رو پیدا میکنم تا بتونم از خاطراتی که از اون دارن بشنوم، چون چیز زیادی در موردش نمیدونستم. خوشبختانه چند تا از همبندیاش که جون سالم به در برده بودن و اومده بودن پیدا کردم و ازشون از خاطراتش پرسیدم. خیلی چیزا برام تعریف کردن، برام سخته بگم، لحظات خیلی سختی بود وقتی میشنیدم خاطراتی که از اون برام میگفتن. اینکه انقدر شکنجش کرده بودن که تمام کف پاش پوستش کامل رفته بود و برای اینکه بتونن شکنجه رو ادامه بدن مجبور بودن از جای دیگه بدنش پوست ببرن و به کف پاش بزنن. واقعا که جنایت های این رژیم تمامی نداره و آدم باورش نمیشه. و سخت‌تر از اون لحظه‌ای بود که شنیدم قبل از اعدامش اینقدر ازش کینه به دل داشتن که پای چپ و دست راستش رو قطع میکنن و بعد از اون به دار میکشن. هنوز نمیتونم تصور کنم چی به سر زندانی های ما توی زندان ها اومد و اینکه چقدر لحظات داشتن که ما اصلا خبر نداریم. دردناک اینه که این مسیر ادامه داره و همین امروز خیلی ها هستن که تو صف ادامه تو همین رژیم و خیلی از بچه ها که آرزوی دیدن پدرها و مادرها خاله ها و عموهاشون به دلشون میمونه. به همین خاطر میخوام از سازمان ملل و از عفو بین الملل درخواست کنم و درخواست جدی سر اینکه قطعنامه ای تو این رابطه داده بشه و کوتاه نیان از این موضوع. و این خواسته تمام کسایی که الان صداشون به شما نمیرسه و من یکی از اونا. ممنون از اینکه به حرفم گوش دادید.